به هارتاک خوش اومدید. من شانلی هستم. اگه به موقع نجنبیم خیلی دیر میشه که بتونیم تاثیرات گرمایش زمین روی حیات بشر رو محدود کنیم. اینا هشداراییه که معمولا از طرف کنشگرانی میشنویم که تلاش دارن دنیا رو بیدار کنن. ولی تیم فلنری روشش این نیست. این دانشمند استرالیایی اعتقاد راسخ داره که ما در عصر جدید همچنان قادر هستیم که اقتصاد جهانی رو از یک اقتصاد آلوده کربن ساز به سمت یک اقتصاد پاک کربن سوز سوق بدیم. 嗯。 <applause> آقای تیم فلانری به هاردتوک خوش اومدید امسال و به خصوص توی اروپا شاهد افزایش گسترده دما و وقایع آب و هوایی بودیم که بی سابقه بوده طبق گزارش سازمان جهانی هواشناسی توی چهار سال اخیر انسان گرمترین دوران حیات خودش رو روی زمین تجربه کرده آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم گفته که تناقض توی اینه که با اینکه از یه طرف اوضاع روز به روز داره خرابتر میشه ارادی سیاسی برای حل مشکل گرم گرمای کره زمین همچنان داره کم تر میشه چرا به نظرم مشکل اصلی به خاطر نظامهای سیاسی حاکم در دنیای امروزه ما در چند سال اخیر شاهد ظهور رهبران پوپولیستی بودیم که در سیاست گذاری سطحی عمل میکنند در حال حاضر دنیای ما نیازمند رهبری قوی برای حل مسئله مثل گرمایش زمین هست ولی به جاش چیزی که داریم ضعیفترین رهبرایی هستند که در چندین دهه اخیر دیدیم آیا دیدگاهتون در این زمینه نسبت به اوایل تغییر کرده بله تغییر کرده خب بالاخره من کارم پیگیری علمی این پدیده هست و میبینیم که وضعیت داره بدتر میشه میبینیم که زمان به سرعت داره از دست میره میبینیم که هر سال داره سختتر و سختتر میشه دقیقا منظورتون چیه؟ میتونید با آمار و ارقام روشنترش کنید؟ I, I the... البته ببینید سال 2009 من ریاست شورای بینالمللی اقلیم توی کوپنهاک رو بر عهده داشتم ما همه امیدوار بودیم که یه توافق جهانی تدوین کنیم ولی امروز میدونیم که کار سختتر شده و برای حل همون مشکل باید نه یکی بلکه دو تا کار بزرگ انجام بدیم اول همون کاهش انتشار گازها رو سفت و سختتر و سریعتر انجام بدیم دوم اینکه حجم بسیار بزرگی از گازهای گلخانه ای رو از جو خارج کنیم اگه موفق به انجام این دو کار نشیم 20 سال دیگه این گزینه رو هم دیگه روی میز نداریم قبلا گفتید که یه جورایی دیگه بیخیال این شدید که ذهنیت شکگراه های حوزه گرمایش رو تغییر بدید و به جاش تمرکزتون رو گذاشتید روی شرکت ها و کسب و کارها و سعی میکنید اونا رو متقاعد به ایجاد تغییر بکنید با این حال ای که خودشون رو حامی محیط زیست میدونن این نگرانی رو مطرح میکنن که رشد اقتصادی خودش به نوعی بخشی از مشکله چون سر راه مبارزه با گرمایش مانع ایجاد میکنه یعنی دنیای شرکت ها و کارخونه ها خودش یه مقصود و هدف مجزا داره و نمیتونه مکمل آمالی باشه که امثال شما دنبالش هستید منظورم کاهش تأثیرات منفی پدیده گرمایش هست ببینید من خیلی به این قائل نیستم من به عنوان یک پژوهشگر تو این حوزه موفقیت رو وزن میکنم اونم با معیار گیگاتون متوجه صحبتم هستین ببینید همین سال گذشته حجم گازهای ای که زمین منتشر کرد یک ممیز هفته همه درصد بیشتر شد از نظر کسی مثل من این یعنی شکست باشه درسته ولی این آمار و ارقام هم میتونه درش اطلاعات اقتصادی نهفته باشه بذارید اینجا یه نقل قولی مطرح کنم از ولز گریفیت که مشاور دولت ترامپ در زمینه اقلیم و انرژی بوده و این رو توی کنفرانس بزرگ بینالمللی انرژی و تغییرات آب هوایی در لهستان دسامبر گذشته میگه او گفته ما قویا معتقدیم که هیچ کشوری نباید مجبور شه شکوفایی اقتصادی و امنیت انرژی خودش رو در مسیر رسیدن به پایداری زیست محیطی فدا کنه این دقیقا تبلور اهداف خودمنفعت محور ناسیونالیستی هست و در واقع تقابل و تضاد این دیدگار رو با منافع جهانی تر اقتصاد و محیط زیست نشون میده. خب ببینید این کلا اشتباهه چیزی که ما بهش احتیاج داریم یک بخش کاملا جدید در حوزه انرژی است ما یک بخش جدید میخواهیم که به واسطه اون دیوکسید کربن رو از جو زمین خارج کنیم ما باید تقریبا تمامی فرایندهای صنعتی رو که در اختیارمون هست رو متحول کنیم شما میگید که این اشتباه ولی خودتون نوشتید که با هر انقلاب و تحولی از چوب به زغال سنگ از زغال سنگ به نفت و حالا از نفت به انرژی های تجدید منفعت اقتصادی همچنان بیشتر هم شده این سبک و سیاق دنیا بوده و هست بله درسته یعنی شکاک ها میان تلاش میکنن که جلوی نجات زمین رو بگیرن ولی این غلطه آیا همون رشد اقتصادیه که داره باعث بدتر شدن و تسریع مشکلات آب و هوای زمین میشه نه 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 ببینید من میگم که یک اقتصاد جدید و پاک رو پرورش و در قالب یک برنامه سی ساله از یک ساختار ساطع کننده کربن به یک ساختار جذب کننده کربن گذار داشته باشیم اون موقع است که میتونیم امیدوار باشیم که بحران آب و هوا رو پشت سر بذاریم یه گزارش میگه که در فاصله سالهای 1980 تا 2000 جمعیت زمین بیشتر شده حجم تجارت جهانی نسبت به دهه 1970 نزدیک به ده برابر شده که غذا لباس و انرژی رو برای این دنیایی در حال رشد تامین کنه و در این راستا نرخ تخریب جنگل ها به خصوص در آسیای استوایی به شدت بالا بوده به نظرتون این تنش خودش اینجا بخش از مسئله نیست خب شاید شما یه بلند پروازی قشنگی در مورد زمین و اقتصادش داشته باشید چه جوری میشه ما که تو این چیزی که تا حالا ایجاد کردیم گیر افتادیم میتونیم بیم همزمان با تأثیرات تغییرات اقلیمی هم مبارزه کنیم. واقعیت دنیای ما اینه که ما برای ساختن اقتصاد جدیدمون چاره این نداریم جز اینکه از اقتصادی که الان وجود داره استفاده کنیم. میخوام بگم که یه بخشی از هزینه‌ای که تو این گذار از اقتصاد ناپاک به اقتصاد پاک متقابل میشیم همین پرورش ناخواسته اقتصاد قدیمی و آلوده است و دلیل اینکه هنوز داره رشد میکنه اینی که ما هزینه و جریمه در مقابل تولید کربن حاصل از فعالیت مخرب تحمیل نمیکنیم. این تغییرات رو باید صورت بدیم یعنی بازار صنایع کربن ساز موفق نبوده نه نبوده ولی در آینده چاره ای نیست باید کمک کنه ببینید اون گازی که اون بالاها رو سرمون نشسته عامل همین روزهای گرم تابستونی بی سابقه توی اروپا و موج گرما در سراسر سر دنیاست این گاز قصد نداره جایی بره مگه اینکه ما خودمون بیرونش کنیم و تنها راه اینه که بیاییم روی تولید کربن جریمه اعمال کنیم و آیا فناوری امروزی به نقطه رسیده که بتونه شما رو به این هدف برسونه؟ سوال خیلی خوبیه خب نه یعنی کسی نمیدونه واقعا کدوم فناوری میتونه در مقیاس های گیگاتون که ما لازم داریم مؤثر واقع بشه و یه حوزه دیگه که من خیلی بهش علاقه مندم مبحث کشت جلبرگ دریایی است میدونید ما میتونیم راه حل ها رو البته به صورت نطفه توی این علوم و صنایع ببینیم بنابراین این یک کم زمان میبره که بفهمیم کدومشون کم هزینه تر و موثرتر از بقیه میتونن واقع بشه شما یه زمانی بحث استخراج ژئوترمال یا زمین گرمایی رو به عنوان یه گزینه بهینه برای تولید انرژی بدون اینکه گازهای گلخانه ای ساطع بشه مطرح کردید بعدش سازمان ملل هزینه کرد و یه معدنی برای استخراج در نظر گرفته شد بعد معدن منفجر شد و هزینه هم که شد در رفت. درسته ببینید چیزی که من اون زمان ندیدم و باید بگم در موردش اشتباه کردم قدرت و تاثیر فرایند تولید در کاهش مرحله به مرحله هزینه های چرخه تولید صنعتی بود و همین باعث شد من هم اون زمان دوچار اشتباه بشم و پروژه متاسفانه به همین خاطر شکست خورد ولی باعث نشده که شما تلاشتون برای دستیابی به راه حلای جدیدی که ما باید براشون خودمون آماده کنیم به تعویق بندازید درسته هیچ کسی نمیتونه آینده رو از الان ببینه ما میدونیم که نتیجه منفی وضعیت الان در آینده چه شکلی خواهد بود این خودش بخشی از مشکل درسته و این رو تا حدودی از زبان شکگیرها شنیدیم مثلا یکی از وزارتخونه های دولت بریتانیا ها گفته که مردم کشور دیگه اعتمادشون رو به کارشناسای محیط زیست و اقلیم از دست دادن در واقع این مشکل در تمام دنیا هست و بخشیش به خاطر اینه که اون اتفاقای که کارشناسان این حوزه همیشه در به شدت هشدار میدن هرگز به اون شدت رخ نمیدن ببینید من توجه اون افرادی رو که هشدارهای جدی رو با تردید نگاه میکنن معطوف میکنم به همین وضعیت امروز زمین موج گرما در تمام دنیا داره بیسابقه میشه میخوام بگم که اون هشدارها واقعا داریم اتفاق افتادنش رو میبینیم پس الان وقت اقدامه باید اون گذار و تغییر در سبک تولید اقتصادی رو ببینیم و سرعت این تغییر باید در طی همین چند سال آینده شتاب جدی بگیره وگرنه فرصت رو از دست خواهیم داد خب پس چرا اون اقدام ها دیده نمیشه چرا شاهد این هستیم که سیاست گذارای دولت ها با اون که افکار عمومی در مورد خطر گرمایش پذیرفته انتباق نداره مثلا یه مؤسسه نظرسنجی در استرالیا در آخرین تحقیق سالانه خودش گزارش میده که 60 درصد مردم استرالیا معتقدند که گرمایش زمین یه مشکل خیلی جدی و خطرناکه و باید برای حلش همین الان اقدام بشه ولی میبینیم همین مردم در زمان انتخابات فدرال سال 2019 کلا بسته پیشنهادی زیست حزب اپوزیسیون کارگر رو رد کردن طبق این طرح مبارزه با گرمایش میتونست منجر به کاهش گازهای گلخانه‌ای به میزان 45 درصد تا سال 2030 بشه ولی این همین حزب شکست خیلی بدی خورد در کل من این رو در قالب یک روند و وضعیتی میبینم که در شاهدیم دولت‌ها و نخستوزیری آینده قبل از گرفتن پستش از این طرح های مفید و موثر برای تبلیغات بهره می گیرن و این خطرناکه چیزی که من نمیفهمم اینه که شاید شما بتونید قضیه رو برام روشن کنید چون یه مدت شما مدیر سازمان اقلیم استرالیا بودید سوال اینه که چجور میشه که مردم و رای دهنده ها از یه طرف میگن بله مشکل اقلیم جدیه و رو زندگیمون تاثیر منفی داره و باید براش اقدام عملی بشه ولی پای صندوق رای که میرسن برعکس همین گفته هاشون عمل میکنن از نظر من دلیلش اینه که ما نتونستیم کل اخشار جامعه رو با خودمون در این مسیر همراه کنیم مسئله اینه که دولت هایی که توی استرالیا سر کار میان هیچ کدومشون یک طرح جامع و فراگیر ارائه نکردن که بتونه همه این مشکلات ساختاری رو حل کنه ولی ببینید مثلا آلمانی ها خیلی موفق بودن این گذار توی آلمان خیلی بی نقص بوده به طوری که به تک تک کارگرای معدن شغل جدید داده شد اما توی استرالیا دولت اون حس مسئولیت پذیری اجتماعی در خصوص همه افراد رو نداشت که بتونه همه رو توی طرحهای مبارزه با تغییرات آب و هوایی همراه کنه خب مسئولیت پذیری اجتماعی مسئله است ولی ببینید مسئله هزینه هم خیلی مهمه مثلا بر اساس یکی از مدل‌های اقتصادی که اون طرح حزب کارگر رو در زمان انتخابات فدرال بهار امسال بررسی کرده هزینه برآوردی حدود 181 میلیون دلار و حدود 167 هزار نفر هم به واسطه این طرح شغلشون رو از دست میدن بنابراین دیگه خیلی جای تعجب نیست که ببینیم افرادی که توی اون صنایع مشغول هستن این ترها رو رد کنن البته خب وقتی هشدارهای زیست محیطی رو میشنون میگن بله خیلی مهمه و اینکه در هر صورت این مشکل رو که من ایجاد نکردم که بخوام براش این همه هزینه بدم و شغلم رو در راش فدا کنم من یه سری تجربیات دست اولی در همین زمینه دارم و از نزدیک با کارگرای معدن که شغلشون توی این فرایند از دست میدن کلی صحبت کردم همینه که میگم ما هممون در قالب یک جامعه باید با هم جلو بریم و این صنایع جدید رو با هم بسازیم توی کوینزلند دیدیم که این خیلی هم سخت نبود من با اخشاری کار کردم که خودشون داوطلبن کارهای بزرگی در این زمینه انجام بدن ولی جذب حمایت دولتی برای این کاراشون خیلی سخته و من این مقاومت دولت رو نمیتونم بفهمم این خودش بخشی از مشکل نیست اینکه استرالیا یا مثلا اروپا اون التزام رو حس نمیکنن چون میبینن که بر اساس آمار نصف کل گازهای گلخانه دنیا رو سه کشور هند آمریکا و چین به تنهایی تولید میکنن بنابراین بقیه دنیا تنها لازم میبینن که سهم کوچیک خودشون رو برای مبارزه بر عهده بگیرن و نه بیشتر خب یعنی توجیهشون اینه که چون بقیه دارن کار اشتباه رو انجام میدن منم باید همون مسیر رو برم و این چیزی که در دنیا به صورت عام وجود داره و این کاملا غلطه خب هر کشور باید سهم خودش رو بده 190 کشور داریم که بیشتر آلودگی رو اون سه تا کشور باعث میشن ولی چرا باید اون سه تا سهم مبارزه رو به عهده بگیرن یقینا این یه مسئله جمعیه خب اونا باید مسئولیت بیشتری به عهده بگیرن چون اونا هستن که بیشترین سهم رو در تولید این آلودگی ها دارن دیگه سهمشون زیاده دقیقا پس باید به همون مقدار کمک کنن ولی معناش این نیست که مثلا کشوری مثل استرالیا عقب بشینه و کمکی نکنه استرالیا رتبه 15 هم رو در سرانه تولید گازهای گلخانه‌ای داره یعنی ما هم یه عامل بزرگ تولید کننده این گازها هستیم گوترش گفته که میخواد نظر همه در مورد تر چگونگی توقف افزایش گازهای گلخانه‌ای تا سال 2020 رو بشنوه و فراتر از اون اینکه چطور میشه تولید این گازها رو تا اواسط قرن به صفر برسونیم قبل از این نخست وزیر پیشین بریتانیا ترسا می همین قول رو به نوعی برای کشورش داده بود اینکه بریتانیا تا سال 2050 گازهای نیازهای خودش رو به صفر خواهد رسوند خب حرف زدن و پیشگویی کردن در این زمینه خیلی ساده است ولی عملی کردن این تعهدات کار سختیه بله درسته و عملی کردن این قولها واقعا بستگی به اراده صنایع داره اگه من نخواست وزیر کشورم استرالیا بودم این کار رو میکردم که تمام صنایع رو جمع میکردم بهشون میگفتم میدونم شما هم این ترس رو دارید که نفر اولی باشید که قدم برمیداره چون می ترسید منافع تجاریتون از بین بره ولی بیایید ببینیم چه جوری میشه که همه همزمان و با هم جلو بریم طرها و تعهداتتون رو در این زمینه به من ارائه کنید و من همونها رو به سازمان ملل میبرم و بهشون میگم که ما چطور میخوایم در این زمینه پیشرو باشیم وقتی شرکت ها قولهایی میدن خصوصا برای چشماندازی کوتاه مدت معمولا پای حرفشون میستند و عملیش میکنند دولت ها چی؟ اینجا چند جمله جالب از زاودادی که عضو انجمن کارشناسان تغییرات اقلیمی چین هست نقل میکنم رو که تا گذشته اینا گفته اینکه چین تسلیمه و دستاشو بالا میگیره چون بزرگترین عامل تولید گازهای گلخانه ای در دنیاست او گفته چین سهم بیشتری رو در مشارکت بین برای مبارزه علیه تغییرات اقلیمی به عهده خواهد گرفت به عبارت دیگه میگه که پنج سال زودتر از سال 2030 که گفته میشه زمان اوج تولید گازهای گلخانه‌ای هست. یعنی اون زمان چین به هدف تعیین شده برای کاهش 45 درصد این گازها رسیده اینها یه سری ادعاهای سیاسی هستند آیا شما باورشون میکنید در خصوص چین باید بگم که برنامه هاشون به من شخصا خیلی امید میده تا اونجا که من میدونم مهمترین عامل و مسئله تولید گازهای گلخانه توی چین رشد قابل توجه صنعت خودروشونه ولی در این حال چینی ها برای مبارزه با این مشکل خیلی پیشرفت خوبی در زمینه تولید ماشینهای برقی دارن. بنابراین من خیلی امیدوارم که اونا به اون هدف تعیین شده برای سال 2025 برسن. سوال من این بود که آیا شما اون ادعاها رو باور میکنید یا نه؟ نکته دیگه این که نمی‌دونم وقتی چنین قولهایی داده میشه هیچ راه عینی هم برای اندازه‌گیری و ارزیابی عملی شدنشون وجود داره یا نه؟ چجوری جوری می‌تونیم دقیقاً تشخیص بدیم که اون پیشرفتی رو که ادعا میکنیم واقعاً حاصل کردیم؟ حتی شاید خود آقای گوترش و کارشناسای سازمان ملل هم نتونن این حرفا رو راستی کنن. حتی وقتی که گفته میشه تمام اون تعهدها عملی شدن خب هیچ کس نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه حتی من به عنوان دانشمند توی این حوزه هیچ چیزی رو باور نمیکنم من اینکه آمار و ارقامش بیاد روی کاغذ و ملموس باشه میخوام در مورد کتابی که تعلیف کردید و چند ماه پیش منتشر شد ازتون سوال کنم عنوانش هست 100 میلیون سال اول اروپا و جالبه که همش رو توی فقط 313 صفحه جا کردید توی این کتاب اروپا رو نه یک قاره بلکه یک زمینه و دنباله توصیف کردید که از اقیانوس اطلس بروز پیدا کرده از دید شما اروپای زمین است به کره زمین که گذشته زیست اون نکات خاصی برای ما داره چی است این اروپا که دیدگاه شما رو تو این حوزه تغذیه میکنه اروپا نقطه تلاقی آسیا، آفریقا و آمریکا در گذر هزارها بوده اقلیم اروپا در گذر زمان به شدت دچار تغییر شده ولی چیزی که در اصل حاضر میبینیم تغییر در مقیاس بسیار بسیار, بسیار بزرگتریه سرعت این تغییرات هم وحشتناکه. سی برابر بیشتر از سرعت زوب شدن کوههای یخی در پایان آخرین عصر یخبندان. بنابراین خب در هر مجموعه‌ای که دچار تحول میشه، اون عضوی که سرعت بیشتری داره میره اون بالا و زودتر تغییرات بهش میرسه. چیزی که میتونم بگم اینه که بله اروپا ممکنه خودشو با این تغییرات وفق بده، ولی بله شکنندگی فرهنگهای انسانی داخل اروپا در برابر این تغییرات چی میشه؟ و مهمتر این که اون گونه های حیاتی که اروپای امروز رو شکل دادن به شدت به خطر می افتن. یه سری از منتقدین هستن که مخالف اینن که بگیم وضعیت کره زمین بحرانیه و استراریه. اونا میگن که زمین این تجربه تغییرات اقلیمی و افزایش دو سه درجه دما رو در گذشته هم داشته و تونسته گرچه به سختی ولی به هر حال تونسته خودش رو باهاش منطبق کنه و بنابراین الان هم دلیلی نداره که زمین دوباره نتونه این کارو بکنه. درسته؟ من و شما خوب میدونیم که مثلا وقتی داریم از یه خیابون رد میشیم بعد یه بچه سوار دوچرخه با سرعت کمی به سمتمون حرکت میکنه اتفاق بزرگی نیست چون سرعتش کمه و میتونیم جلوی برخورد رو بگیریم و مهارش کنیم ولی وقتی یهو به جای اون دوچرخه یه کامیون بزرگ با سرعت 100 مایل بر ساعت بیاد میدونیم که بهتر از سر راهش خودمون رو نجات بدیم این در واقع ماهیت بحران امروزه اقلیم زمینه وقتی میگین که دارن بچه هاتون رو تهدید میکنن منظورتون اینه که مانع پیشرفت در مبارزه با تغییرات اقلیمی میشن درسته بله دارن مانع آینده بهتر بچه های ما میشن آینده بچه های خودشون رو هم تهدید میکنن درسته خب پس چرا نمیبینن شما رو همه به عنوان یکی از بهترین سخنبران این حوزه توی استرالیا میشناسن که نظرات پیچیده علمی رو برای مردم عامه از جمله خودم به زبان ساده توضیح میدید چی میشه که اون شکگراها واقعیت رو نمیبینن that. نمیدونم من باشون که صحبت میکنم درست مثل وسط یک مسابقه فوتبال داد و بیداد میکنن انگار نمیفهمن که این یکی از مشکلات دنیای واقعی ماست به نظر میاد نسبت به وضعیت که وجود داره چشماشون رو بستن که این برای من اصلا قابل درک نیست توی کتابتون گفتین که حتی اگر اهداف بزرگ مطرح شده در معاهده پاریس در خصوص مبارزه با تغییرات اقلیمی محقق بشن باز هم ما همچنان در اروپا شاهد تغییراتی در خطوط ساحلی خواهیم بود. بعضی شهرها به خاطر بالا اومدن سطح آب دریاها از بین میرن. اگه کشورهای عضو نتونن تعهداتی را که در پاریس به گردن گرفتن عملی کنن، اون وقت شرایط اقلیمی ممکنه به وضعیت گذشته های دور برگرده که منجر به افزایش دمای زمین خواهد شد. درسته؟ درسته با تغییرات اقلیمی همیشه چیزهای جدیدی وارد اروپا شدن مثلا اسب آبی رو توی رودخانه تمز 100 هزار سال پیش داشتیم و این تغییرات همچنان اتفاق خواهد افتاد ولی چیزی که منو بیشتر نگران میکنه محصولات کشاورزیه ببینید توی شمال آلمان چه اتفاقی افتاد و شرایط نامطلوب جوی چه وضعیتی برای کیسارهای اونجا درست کرد کتابتون به زیبایی یک سری ترهای مصور هم از اون گونه های جانوری و چارپایانی که چند هزار سال پیش توی اروپا زندگی میکردن رو ارائه کرده و هنوز هم یک تشابهاتی بین اونا وجود داره شما همچنین یکی از طرفداران پروژه دانشگاه هاروارد موسوم به حیات ماموت های پشمالو هم بودید تری که هدفش تلاش برای زنده کردن ماموت توی عصر جدیده چرا؟ چون من یک ماجراجو هستم و فکر کنم عضویت تو این ترها هم یه ماجراجویی بی نزیره. ولی در کنار ماموت های پشمالو گونه منقرضی که بیشتر از همه دوست دارم بازگشتشون رو ببینم فیل تخت آج اروپاییه تا هشتاد سال آینده جمعیت آفریقا به چهار میلیارد نفر میرسه اون موقع دیگه اصلا فیل ها و شیرهای این قاره جا نمیشن اونجا ولی اروپا جمعیت ثابتتر و کمتری خواهد داشت شاید بتونیم مکانی برای اونها تو اروپا ایجاد کنیم و این یعنی طرح وحشیسازی مجدد حیات طبیعت توی زمینهای بسیار بزرگ آیا با این کار میخوایم چیزی رو که خیلی وقت از بین رفته دوباره به دست بیاریم فکر نمیکنید با این کار یکم داریم خودمون رو فریب می‌دیم. من اخیرا به همین شهر نپ سر زدم و از نزدیک پروژه چارلی باروز رو دیدم کل زمین البته فقط سه و نیم هزار هکتاره معجزه کرده اونجا چارلی داره تنوع زیستی رو احیا میکنه و در این حال یک نگاه جدی هم به ثبات اقتصادی داره و این همون چیزی که به شدت بهش نیاز داریم توی کتاب گفتید 66 میلیون سال پیش تقریبا زمانی که پل خشکی اروپا با آفریقا محو شد اینکه آفریقا و اروپا به هم بس بودن و گونه های جانوری تو این مسیر خشکی می اومدن و میرفتن ولی این خشکی به مرور زیر آب میره و غیب میشه گفتین که اون زمان زمین خیلی خیلی گمتر از حالا بوده آیا خوشبین هستید که زمین بتونه از این بحران الانشم هم دوباره جون سالم در ببره و دووم بیاره نظام حیات زمین به صورت بنیادی به وسیله باکتری ها و میکروارگانیسم ها تعدیل و تنظیم میشه بنابراین یه سیستم قوی و با دوام داره ولی مسئله اینه که ما هرچی از هرم زنجیره غذایی به سمت بالا میریم گونه های آسیب اونجا میبینیم یعنی گونه های درشتر بیشتر در معرض آسیب و نابودی و سقوط هستند و در بین اونها انسان ها هم دیده میشن بنابراین تردیدی ندارم که نظام زمین به صورت کلی دوام میاره و ادامی حیات میده ولی در مورد تمدن انسانی شک دارم و نگرانم یعنی اون گونه ها ممکنه خیلی زودتر منقرض بشن اگه وضعیت رو جدیتر نگیریم به نقطه ممکنه برسیم که دیگه اصلا نتونیم مانع این اتفاق بشیم درسته و اون زمان چقدر به ما نزدیکه به نظرم یه چیزی بین 10 تا 20 سال پیش رو اگه تا اون زمان نتونسته باشیم یه میزان قابل توجهی انرژی رو بهینه و سبز کنیم به اندازه کافی ماشین های برقی تولید نکرده باشیم و حداقل گام های مقدماتی رو برای کاهش شدید انتشار کربن در جو رو بر نداشته باشیم اون موقع من دانشمند این حوزه راه حلها و پیشنهاداتم دیگه تموم شده خب در اون شرایط کره زمین همچنان زنده میمونه انسانها چی؟ بعضی از انسان ها توی یه جاهایی از زمین زنده خواهند موند ولی اون تمدن انسانی که چندین هزار ساله داریمش بعید میدونم که دووم بیاره چون اون نیازهایی که این تمدن برای زنده نگه داشتن خودش داره خیلی عظیمه و این زمین با این وضعیت دیگه جواب بوش نیست مگه اینکه ثبات لازم رو ایجاد کنیم که اون منابع مورد نیاز باقی بمونن و تمدن انسانی رو تامین کنن آقای تیم فلانری بسیار سپاسگزارم که با ما در هارتاک همراه بودید متشکرم